درود بر شما عزیزان دل من ندا هستم اینجا هم کانال کتاب کده است 24 ماه با ما به اسم کتاب و کتاب نامگذاری نام گذاری شده منم به همین بهانه میخوام با شما در سفری جادویی همراه بشم مهر ماه سال 1317 بود 22 مهر فریده قطبی دختر جوان 19 ساله ای از اهالی گیلان که با پسری آذری ازدواج کرده بود مادر شد. دختری به دنیا آورد که اسمش رو فرح گذاشتند. مادر دخترک از نوادگان قطب الدین محمد گیلانی بود و پدرش از خاندان پرنفوذ دیبا در آذربایجان. سهراب دیبا پدرش دانش مدرسه نظامی در پاریس و دانشکده افسری سن بود و مادرش خیاطی ماهر دخترک کوچک چشم و چراغ پدر و مادرش شد پدر دوست داشت حتما دخترکش تحصیلات عالیه داشته باشه و زبان و فرهنگ دیگر مردمان جهان رو هم بدونه برای همین وقتی دخترش شش ساله بود او رو در مدرسه ایتالیایی خواهران روحانی اسم نویسی کرد بعد هم او را به مدرسه ژان دارک فرستاد اما پدر زنده نموند تا بالیدن دخترکش رو ببینه فرح خیلی کوچیک بود که پدرش رو به خاطر ابتلاب به سرطان از دست داد اما خودش در خاطراتش نوشته تا سالها مرگ پدر رو از او پنهان کرده بودند مادر و همه فامیل به او میگفتند که پدرش برای معالجه به خارج رفته و تحت مداواست فرح میگه با اینکه قطعا چیزهایی حس کرده بوده و میدونسته اما نتونسته هیچ وقت برای پدر آن گونه که شاید لازم بوده عزاداری کنه یا درباره مرگش با دیگران حرف بزنه مادرش هم با پدر هم عقیده بود و روی تربیت و آموزش دخترش بسیار سختگیر فره هم دختری به شدت با انضباط درس خون و ورزشکار بود خواهر و برادری نداشت و با اینکه پسر داییش رو مثل برادر نداشتش میدونست اما به طور کلی کودکی تنها بود با ذهنی خلاق و البته کنجکاو نسبت به محیط اطرافش شاید همین تنهایی و ذهن خلاق و تصویرگرش بود که هم او رو به سوی هنر و شعر و ادبیات سوق داد هم وقتی ملکه ایران شد و دوست صمیمی زمان کودکیش بعد از اتمام تحصیلش در فرنگ به سراغش اومد و از او درخواست کاری در کتاب خونه کرد فکری به ذهنش خطور کرد فکری که انقلابی برای یک کشور محیط آموزشی و زندگی کودکان چند نسل به وجود آورد زمستون 1344 بود که لیلی امیر در درباره این تقاضا با دوست زمان کودکیش حرف زد. در همون زمان پارکی در دست احداس بود به اسم فره. شهبانو دستور داد تا بخشی از زمین اون پارک در اختیار دوست دوران کودکیش قرار بگیره. ساختمانی در اون ساخته شد و به این صورت اولین کتابخانه کودک در ایران به وجود آمد. همزمان با این ساختمون چند کتابخانه دیگه هم در دبستانهای جنوب شهر تهران ساخته شد تا دختران و پسران مدارس اطراف هم بتونن به اون کتابخونه‌ها ها دسترسی پیدا کنند. بعد از کتابخونه‌ها ها فعالیت های دیگه ای از جمله آموزش موسیقی، تئاتر، نقاشی، نقالی هم به این کتابخونه ها به این مجموعه کتابخونه ها اضافه شد. اسم این سازمان شد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. انیمیشن تولید شد، فیلم هایی برای کودکان و کتابخونه های سیاری به دورترین روستاهای کشور فرستاده شد. آثار تولیدی کانون به جشنواره های جهانی راه پیدا کرد. جایزه گرفت و کودکان و نوجوانان زیادی تشویق شدند و موسیقیدان و بازیگر و نقاش و نویسنده از همون کانون به کشور هدیه داده شد. یک اثر پروانه‌ای درخشان در هنر و ادب ایران معاصر. من فکر می کنم در کنار تأسیس تئاتر شهر، تالار رودکی، جشنواره هنر شیراز، بنیاد فرهنگ ایران انجمن فیلارمونیک ایران و تعداد زیاد دیگری از کارهای فرهنگی شهبانو کانون پرورش فکری یه چیز دیگه است و یک سر و گردن از بقیه بالاتر چون کانون به بچه ها پرداخت بچه هایی که بعدها همون نمایش خونه ها، سینما ها و مؤسسات آموزشی و هنری رو که شهبانو ساختند تقضیه کردند تأمین کردند نیرو رو کانون با استخدام نیرو تلاش کرد اون زمان آثار فاخری رو تولید کنه و در اختیار همه قرار بده در همین راستا بیژن مفید اردوان مفید کامبیز صمیمی مفخم عباس کیارستمی بهرام بیزایی امیر نادری فرشید مسقالی علی اکبر صادقی و بسیارانی دیگه هم از طریق همین کانون پرورش فکری استخدام شدند به دیگران معرفی شدند به واسطه کارهاشون و رشد پیدا کردن. کانون آثار فاخری رو در موسیقی هم تهیه و منتشر کرد. کسانی مثل پری زنگنه و محمد نوری رو بیشتر معرفی کرد و از اونها هم حمایت کرد. بله، کانون برورش فکری کودک و نوجوان انقلابی در تاریخ معاصر ایران و تحولی بزرگ در زندگی کودکان اون سرزمین بود. یکی از خاطرات خوب بسیاری از ماها گرفتن کارت کتابخونه کانون بود و بوی خوب کتاب خونه هاش. کتاب هایی که از اونجا امانت می گرفتیم و می خوندیم جریمه هایی که برای دیر برگردوندن کتاب ها می پرداختیم من خودم برای دیر برگردوندن جوجه اردک زشت یک قرون جریمه پرداخت کردم یک قران البته بس که بیانضباط بودم لطفا شما هم برامون از خاطرات کتابخانی هاتون بنویسین اولین کتابی که خوندین چی بود چه کسی شما رو به کتاب خونی تشویق کرد؟ اولین کتابی که هدیه گرفتین کدوم کتاب بود؟ و خلاصه هر چی دل تنگتون میخواد برامون بنویسین به خصوص خاطراتتون درباره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سپاسگزارم که با کانال خودتون کتاب کرده همراهید و ازش حمایت میکنید قدردان تک تک شما عزیزان هستم thank mm -hmm. you